به نام یاد خدا سلام صبحتان بخیر باز هم برنامه همگام با جام جهانی و ما و سیدالی کازیمی در خدمت شما هستیم شما میتونید از این حالا از طریق صفحه فیسبوک برنامه همگام با جام جهانی ش... نظریات و پیشنهادات ش... تانا در مورد این ای رقابت ها و همچنان پخش بازی ها از طریق تلویزیون آریانا به ما برسانید کازمی صاحب خوش آمدین بابا تشکر سلام صبح بخیر خدمت شما وطن عزیز بیننده های عزیز دو تلویزیون دوست داشتنی آریانا و آریانا نیوز و همچنان صفحه رسمی ما در فیسبوک و میتونن که این برنامه را از این صفحه هم ببینن و کامنت بگذارن اگر همکاران عزیز ما آماده باشن ما صحبت داشتیم با بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان بازیکنانی که شما زیاد دوست دارین و اونا مثل ما و شما آماده هستن تا جام جهانی را از شبکه جهانی آریانا تماشا بکنن اگر فارم سه با آماده است میرم. صحبت کوتاه حسن امین کپتان دوم تیم ملی فوتبال افغانستان با هم می‌بینیم در ابتدا سلام شبکه جهانی آریانا مسابقات جام جهانی را به صورت قانونی برای شما متنان نشر می این مسابقه را ببینید نشر اختصاصی جام جهانی 2018 روسیه فقط از تلویزیون آریانا افغان بیسیم تنبیل کننده نشر مسابقات جام جهانی فوتبال 2018 روسیه در افغانستان بله بینید عزیز مسج کوتاه از کاپیتان حسن امین را تماشا کردین بازیکن خوب ما که در تیم فوتبال والت هاف مانهایم در لیگ چهارم آلمان بازی میکرد کازمی صاحب شما آگاه هستین که بازیکن قرار است در فصل بعدی به تیم اف سی میپن در لیگ دست کشور آلمان یک جا شود بدون شک سطح رقابت های لیگای آلمان بسیار بالاست لیگ چهارم آلمان حتی میتونیم مقایسه کنیم با لیگ های برتر فوتبال آسیا بله واقعیت است و حسن همین جز بهترین های تیم ملی فوتبال کشور است در روزهای بعدی مسیج ها و پیام های دیگه بازیکنان تیم ملی را با شما شریک خواهیم ساخت و اونا منتظر هستند تا جام جهانی را شبکه جهانی آریانا ببینند میریم سراغ خبرها بازی دیشب در اساس بازی دیشب روسیه میزبان 21 امین دوره رقابت های جام جهانی با نتیجه 1 1 برابر ترکیه مساوی کرد ترکیه که به جام جهانی راه پیدا نکرده در برابر روسیه میزبان مساوی کردن رومانیا با دو گل فنلند شکست داده و قزاقستان هم سه بر صفر آذربایجان برده امشب هم ام. که جمهوری چک با نایجریا بازی میکنه و بلژیم هم با مصر بازی میکنه که بازی دو تیم بلژیم و مصر کردوش راهی جام جهانی شده میتونه که حساس باشه و دیدنی باشه بله پیام های هموطنان ما به دسترس ما قرار گرفته آقای محمد خان شریفی پیام فرستادن گفتن سلام بر شما محمد خان شریفی هستم از تخار سوال این بود که شما گفتین در یک روز چهار مسابقه دارین در کدام روزی مسابقات پخش میشه روز اول است یا دوم تشکر بعد برایتان میگم که روز سوم این مسابقات است روز سوم تاریخ 26 جوزا که روز شنبه میشه چهار بازی برگزار میشه ساعت دو فرانسه با استرالیا بازی میکنه ساعت 5 و سی اصر با ایسلند بازی میکنه ساعت 8 و شب پرو با دنمارک و ساعت 11 و نیم شب هم کرواشیا با نایجریا که تنها روزی است که چهار مسابقه برگزار میشه روز شنبه هفته بعد آقای شعیب نظری هم پرسید سلام علی جان امید که خوب باشی خودت طرفدار کدام تیم هستی ما طرفدار تیم ملی هالند بودم سلام خدمت شما هالند اجرا پیدا نکرده به جام جهانی با جام جهانی فعلا طرفدار تیم ببینیم که کدام تیم بهتر بازی میکنه تیم بهتر بازی کرد ما هم طرفدار همون تیم بسیار منتظر پیام هایتون هستیم شما میتونید همین اکنون از طریق صفحه فیسبوک تلویزیون آریانا برای ما پیام بفرستین و پرسش هایی که در مورد رقابت های جام جهانی دارین با ما شریک بسازید بله تیم ملی ایران اولین تیمی است که از 32 تیم حاضر در جام جهانی که روز گذشته به روسیه سفر کرد و به عنوان اولین تیم وارد روسیه شد و تیم ملی ایران با یک پرواز اختصاصی راهی شهری که میزبان گروه دی ای مسابقات است و ایران در گروه علی جان دارد. معلومات داری در مورد تیم ایران یک بازی با لتوانیا مانده و تا در روسیه برگزار خواهد کرد بازی دوستانه من فکر میکنم بازی دوستانه خود کنسل کرده کلا تیم ملی ایران. سه بازی دوستانه ایران کنسل شد بدون شک ضربه خواهد زد این ای تیم چون من فکر, من فکر میکنم آقای کاروس مربی بزرگی است و میتونه که ای مشکلات برطرف کنه کمپ تمرینی خیلی خوب در ترکیه داشت تیم ملی ایران و مستقیم از ترکیه شام گذشته وارد روسیه شد بله دیگه ها در مورد بازی اسرائیل و آرژانتین است که فکر کنم این بازی لخ شد لخ شد به خاطر هواداران فلسطینی از تیم ملی آرژانتین درخواست کرده بودند که در بیت المقدس با اسرائیل بازی نکنند که تیم ملی اسرائیل تیم آرژانتین قبول کرد و بازی خودش با اسرائیل لغو کرد در همین مورد آقای وحید الهان نوشته سلام درباره بازی آرژانتین معلومات بده لغو شد بازی آرژانتین با اسرائیل و بازی آرژانتین هم فکر می بازی دوستانش خلاص شده و تیم ها دیگه کم کم آماده میشن تا برن به روسیه و خودشان برسانن به روسیه و چندین روز تمرین و کمپ تمرینی رو کشور میزبان داشته باشد. یک دوست دیگه ما به نام مسافر هولک نوشتن همین جدول مسابقات را به وقت اروپا هم تیار کنین و در صفحه تا نشر کنین که همه استفاده کنن تشکر بسیار زیاد چون همکاران ما خیلی زحمت میکشن و ما نشرات داریم بر داخل افغانستان چه خوب است که وقتی که این تایم هست شما میتونید که بر خودتان مشخص است چون در اروپا هم شهرها مختلف است و ما نمیتونیم مطابق با هر تایم و هر شهر و هر کشوری را آماده بسازیم خودتان تایم خودتان برایتان مشخص است با تایم کابل میتونید که میکسش کنید و تغییرش بده به نام به تایم هم و کشوری که زندگی میکنید بسیار عالی منتظر نظریات هستیم و همچنان فرد بازیکن برزیلی دو اوکراین هم قرار است به منچستر یونایتد بره و با 70 میلیون یورو بازیکن آزمه باشگاه یونایتد خواهد شد فرد بازیکن هافک برازیلی و خوش تکنیک تیم برزیل است که از تیم شاختار دونکس اوکراین جدا شده و به تیم منچستر یونایتد انگلستان بله دارست. علی جان یک دوست دیگر ما به نام حامد رحیمی پیام فرستادن گفتن سلام بر شما تشکر از تلویزیون و شما که این مسابقات را به طور زنده نشر می کنن. باز هم تشکری خاص می نمایم از رئیس این تلویزیون که این مسابقه را به طور زنده تقدیم مردم می‌کند. تشکر از همه شما بسیار زیاد ما تشکری میکنیم از مقامات و مسئولین شبکه جهانی آریانا و به خصوص رئیس اومی شبکه جناب آقای بیات که همیشه علاقمند فوتبال جام جهانی بوده و چندین دوره میشه که جام جهانی مسابقات سرمایه گذاری کرده و قانونی خریداری کرده و همچنان همکاران ما که در داخل شبکه جهانی آریانا کار میکنه از بالاترین مقام تا پایینترین که ما رشاد جان هستیم همه دست به دست هم بدیم تا بتانیم که یک جام جانی خیلی خوبی را با هم داشته بله آقای کنشکار راسق سلام میشه جدول پخش مسابقات جام جهانی را نشر کنید که ما دو سی روز قبل جدول در صفحه آریانا نشر کردیم شما میتونید که جدول مسابقات دور اول گروهی را از اونجا بگیرین و بازی هایی که شما دوست دارین و یعنی برنامه ریزی کنین که چی وقت کدام بازی است و میتونین از طریق فکر میکنم اکثر بازی ها رو علاقه مند جدولی هم که در آریانا ما نشر کردیم فقط دو بازی تیم ها رو نشر کردیم بازی سومش مانده که همکاران عزیز ما ایره نشر خواهد کرد به خصوص رومل جان که مسئولیت این کار داره و از رومل جان خواهش میکنیم که جدول مسابقات بازی های سوم تیم ها رو نشر بکنه در صفحه رسمی شبکه آقای عبدالهادی محمدی گفته سلام خدمت شما میشه بگویید که این مسابقات تا چند روز ادامه خواهد داشت از 14 جون شروع میشه تا 15 جولای تقریبا یک ماه مسابقات ادامه خواهد داشت و یک ماه شما میتونید شبکه جهانی آریانا رو تماشا بکنید و تمام این مسابقات میتونید که ببینیم فقط چندین روز وقفه است بین این ای مرحله و مرحله بعد از هش یک 8 هشت، نهایی تا یک 16 نهایی تا یک هشتم نهایی و یک چهارم نهایی و بالاخره سیمی فاینال شاید یک روز وقفه باشه و بعد از اون مسابقات ادامه بده بسیار عالی آقای محمد الهام پرسیده سلام بر شما و هم همکارانتان من از شهر دهلی هندستان همین پیام ما فرستادیم یک سوال از آقای کاظمی محترم این است که آیا تیم فوتبال ایران چانسی داره که از گروه خود صعود کنه چون در یک گروه بسیار مشکل افتاده همه تیم‌ها شانس دارن همه بستگی دارن به بازی‌ها و جریان مسابقاتشان فوتبال یک از جذابیت های فوتبالی است که ورزش غیر قابل پیش است و هر تیمی میتونه که نتایج شگفت انگیزی را کسب بکنه ببینیم گروه خیلی سختی است اسپانیا و پرتغال شانس های اول سود از این گروه هستند ولی ایران و مراکش هم شانس دارم و هیچ تیمی را در این سی دو تیم نمیتونیم بگیم که بدون شانس است. جالب است که کیروش زمانی که دیروز در مسکو زمانی که از تیاره پایین شد و با اولین خبرنگاری که مصاحبه کرد گفت تیم ملی ایران آمد اینجا که شگفتی ساز شود و ما میخوایم که در تاریخ جام جهانی تیم ملی ایران که در رقابت های جام جهانی آمد ما تاریخ سازی کنیم ببینیم ببینیم که چی خواهد شد واقعا کیروش میتونه جامعه عمل نه به این گپ خودش یا خیر آقای کیروش که از مربی بسیار بزرگی است و تیم ملی ایران متحول ساخته و یکی از بهترین تیم‌ها ساخته تیم اول آسیا است در حالی که در آخرین رنکینگ شاید تغییر بکنه و استرالیا جای ایران در صدر جدول کشورهای آسیایی بگیره ولی ایران در طول چند سالی که آقای کیروش سرمربی تیم است دانسته که خیلی متحول بشه و خیلی بازیکنان خوبی را در ترکیب خودش داشته خب آقای سعید،, سعید, موسوی پرسیدن سلام وقتتان بخیر وضعیت محمد صلاح چگون است ما مثلا خیلی علاقه پیدا کرده بعد از بازی های زیباش در تیم لیورپول و ما مثلا به جام جهانی مرسه خاطرتان جمع خاطر باشه بسیار حالی خبرهای بعدی میشه اشاره داشته باشین علی جان سانه بالاخره سکوت خودش شکست به تیم ملی آلمان دعوت نشد خط خورد در تیم ملی آلمان آقای نویر آقای لو یواخیم لو خطش زد سانه را ولی دیروز دیگه پیام گذاشته از همه شما به خاطر پیام های دلگرم کننده ای که دیروز فرستادید متشکرم از اینکه نمیتوانم در جام جهانی حاضر باشم عمیقا متاسفم اما مجبورم که تصمیم سرمربی را بپذیرم و تمام تلاش خود را خواهم کرد تا قوی تر بازگردم بهترین آرزوها برای تیم ملی در روسیه میکنم بروید و جام را به دست بیارید ایست یک منش و یک بزرگی یک بازیکن بزرگ که وقتی به تیم ملیش دعوت نمیشه کدورت دادلش نیست و برای تمام هم آرزوی موفقیت میکنه یکی از خوبی های جام جهانی و بازیکن های بزرگی است که خیلی از بازیکنان آماتور میتونن که درس های بزرگی را بگیرن هم داخل میدان هم بیرون میدان وقتی که دعوت نمیشه از سرمربی مربی خودش هم تشکر میکنه و خودش روحیه تا بیشتر آماده باشه و به تیم ملی بیا و بر تمام هم های خودش آرزوی موفقیت میکنه مثل بعضی بازیکن های ما نیست که وقتی به تیم ملی دعوت نمیشه بعد از دیگه شروع میکنن به صفای فیسبوک به خاطر تخریب کردن تیم به خاطر تخریب کردن هم هایش به خاطر تخریب کردن مربیاش که امیدوار تیمی بازیکن هایی که این گونه اخلاق دارند یاد بگیرن چه می کنیم آشیای باعث شد که ما نتونیم جام جهانی جام جا، جا ملت آسیا جام ملت آسیا خیلی از این آشا هر بازیکنی که خط خورد در تیم ملی بر خودش یک کولاکی شروع کرد خب، آقای عزت الله زکی پرسیدند که وضعیت محمد صلاح در بازی اول مصر چگونه است آیا بازی خواهد کرد خیر؟ هنوز به بازی اول پزشکاره تیم مصر رضایت ندونند که سلا بازی بکنه در برابر اروگوه بازی خیلی سختی هم داره در برابر اروگوه و ببینیم که آیا میتونن پزشکان تیم مصر رو برسانن به بازی اول یا خیر ولی از بازی دوم گفته به احتمال زیاد ما مثلا در ترکیب خب مصر آقای سعید هاشر هاشمی پرسیدن بازی افتتاحیه با تایم کابل چی وقت هفت و سی شب پنج شنبه 14 جون 24 جوزا ساعت هفت سی شب ولی نشرات شبکه جانیار ساعت 6 و 6 ش... و 30 شام میتونن ببینن مراسم خیلی خوب داریم و همچنان مراسم افتتاحیه را به صورت قانونی برای برایتان نشر خواهیم جلال صدیقی پرسان کرده که چرا لوری سانه از طرف یواخیم لو و تیم دعوت نشد بیشتر جواب دادیم خود سرمربی است که تصمیم بگیره کدام بازیکن باشه در ترکیبش مطابق با سیستمش مطابق با حریفانش و تصمیم خواهد گرفت که کدام بازیکن دعوت کنه که سانه را یواخیم لو دعوت نکرده سپاس از تمام همکاران ما وقت ما تکمیل است سپاس از رشاد جان مشعل از تمام همکاران ما در دو برنامه زیبای سو زندگی و آغاز روز در آریانا و آریانا نیوز ادامه ای